چتربازی از ارتفاع مشخصی از سطح زمین بدون تندی اولیه پرش آزاد انجام می داد و مدتی پس از سقوط در لحظه ای که تندی چترباز به 20 متر بر ثانیه میرسد چترش را باز می کند تا با تندی حد 5 به زمین برسد کدام یک از گذینه های زیر در مورد حرکت چترباز صحیح نمی باشد بچه این سوال فوقلاده است محشره قشنگ گوش کنید این چتر باز خیلی مهمه احتمال تکرارش تو کنکور هست نگاه کنید فرض کنید این چترباز باز ما باشه تندیش به چند رسیده تندیش به 20 رسیده داره با 20 متر بر ثانیه سقوط میکنه وقتی تندیش به 20 میرسه ناگهان چترش رو باز میکنه ناگهان چترش رو چیکار میکنه باز میکنه خب یه نیروی مقاومت شاره بسیار زیادی بهش وارد میشه یه نیروی امجی هم از قبل بهش وارد میشد نیروی مقاومت هوا بسیار بیشتر از امجه هستش پس برایند نیروهای وارد شده به چتر باز به سمت بالا میشه اگر برایند نیروها به سمت بالا باشه شتاب هم به سمت بالا میشه خب بچه سرعت به سمت پایین شتاب به سمت بالا حرکت میشه چی؟ میشه کند شونده حرکت میشه کند شونده پس رفته رفته تندی چسباز کم میشه همینطوری که تندی چسباز کم میشه و کم میشه و کم میشه نیروی مواد هوا هم کم میشه تا کجا؟ تا جایی که مقاومت هوا با وزن برابر بشه وقتی که مقاومت هوا با وزن برابر شد تو این حالت شتاب صفر میشه شتاب که صفرشه دیگه سرعت تغییر نمیکنه چرخ باز با سرعت ثابت به حرکت خودش ادامه میده که به اون سرعته میگیم سرعت حد که تو این مسئله داده چند پنج متر خیلی خوب آقای طراح چی میگن میگن که آقا کدام صحیح نمی باشد بریم گزینه بخونیم یک در بازه زمانی که چتر باز با تندی حدی در حال حرکت است اندازه نیروی مقاومت هوا ثابت است درسته آقا از جبه بعد که تندی ثابته نیروی مقاومت هوا ثابت خب پس این هیچ این درست میم سراغ گزینه دو بیشینه تندی چتر باز در لحظه است که چتر خود را باز می کند درسته آقا اینجا سرعتمون 20 شد چتر رو باز کرد گفتیم از اونجا به بعد حرکت کند شونده است یعنی تندی کم میشه بعدم که تندی ثابت میمونه خب پس توی اون لحظه ای که چترش رو باز میکنه بیشترین تندی رو داریم این جمله هم درسته هیچ به اینجا گفته جهت شتاب حرکت تا قبل از رسیدن به تندی حد همواره به سمت پایین است این جمله غلطه آقا تا قبل از رسیدن به تندی حد گفتیم شتاب به سمت بالاست که شتاب سرعت رو کم میکنه حرکت کند شونده بشه این گفته شتاب به سمت پایین است پس این جمله چی غلطه یعنی این میشه جواب تست ما گزینه سه گزینه 4 هم محض احتیاط بیا بررسی کنیم گفته بیشینه نیروی مقاومت هوا در لحظه است که تندی چترباز باز بیشینه است خب این جمله هم جمله درستیه آقا مقاومت هوا با تندی رابطه داره اون لحظه ای که تندیمون بیسته بیشترین تندی رو داریم و بیشترین مقاومت هوا رو داریم و جمله چهارم درسته و جواب این تست نیست جواب این تست میشه گزینه سه